تو مثلا یه جدول ساده اگر بخوام بگم این مثلا امیتر مشترک، بیس مشترک و کلکتور مشترک. چند تا پارامتر ما بررسی کردیم، یکی مثلا آر این مقاومت ورودی. چرا اینجا نوشتم؟ یه مثلا آر این داشتیم، مقاومت ورودی داشتیم، آر اوت داشتیم، بهره داشتیم. و بهره جریان هم حالا میشه بررسی کرد. بهره جریان تو امیتر مشترک مقاومت ورودیمون چی بود؟ مثلا آر پای و علاوه بتا، اگر آر ای هم داشتیم، آر پای و علاوه بتا آر ای بود. میگفتیم مقاومت ورودی خوبه. تو بیس مشترک مقاومت ورودی چی بود؟ یک بر آر پای بتا اوم، و علاوه اگر تو بیس هم چیزی داشتیم آر بی بتا اوم بود. مقاومت ورودیمون کمه نسبت به امیتر مشترک، آر پای تقسیم بر بتا، آر بی تقسیم بر بتا، اما اینجا آر پای بالا بتا آر. تو کلکتور مشترک مقاومت ورودی زیاده، اینجا چون معمولا آر ای بایپس می شود آر ای رو نداشتیم، اما اینجا چی نوشتم؟ مقاومت ورودیمون کلکتور مشترک. خب کاش مدارش رو نشون می دادم. رو بگذاریم با تین، بذار اینو بعدا شکلش رو تماشا کردیم. مقاومت خروج و امیتر مشترک، خب میگفتیم آر او ترانزیستور موازی آر سی زیاد بود، زیاد خوب. بیس مشترک میشد چون تو امیتر مقاومت داشتیم میشد آر او در یک به علاوه جی ام آر ای، خیلی زیاد. و تو کلکتور مشترک هم مقاومت خروجی کم بود، کلکتور مشترک این بود دیگه. مدارش رو بکشیم اینجا، این اینجا میشد آر اوت آر ای موازی آر ای موازی چی میشد؟ آر پای بتا. خب کم ورودیش مقاومت ورودی چی بود؟ مقاومت ورودی آر پای و علاوه آر ای بر بتا. زیاده، اما مقاومت خروجیش کمه. هر کدوم از اینا خواص خودشون داره. بر ولتاژ امیتر مشترک زیاد، این تقریبا خوب بود اگر آر ای رو شکلش نداریم. کلکتور مشترک هم کمتر نزدیک یک، حدود یک بر ولتاژش. بحر جریان رو حالا ما بررسی نکردیم، ولی خب میتونیم حداقل مقادیرش رو بنویسیم داشته باشیم. بحر جریان این همون بزرگه، اما ولتاژ خروجی رو تقسیم آر سی کنید میشه جریان خروجی. بیس مشترک بحر جریانش کوچکتر از یک خواهد بود. کلکتور مشترک بحر جریانش بزرگ.
بله، جریان اینه دی، آی بی میدی آی سی میگیری، بتا برابر میشه. اما تو بیس مشترک چون ورودیمون امیتر خروجی کالکتره، جریانشون یکیه، میگیم بهره جریان کوچیک‌تر از این. مداراشم بکشم کنارش که داشته باشه. این الکترود مشترک که پاره هستم اینجا داریم. میشد بیس مشترک و امیتر مشترک. میاد از مقایسه جدولی این تقویت کند. یه سری ساختارای در واقع به خصوص رو بررسی میکنم، بعدش میریم سراغ کم کم تقویت کنند های مثلا طبقه یا ساختارهای متفاوت از میتر مشترک و بیس مشترک و کالکتر مشترک. متفاوت که نه، یعنی ترکیبی از اونا باشه. میگم که ساختار افزاینده جریان یعنی چی؟ ساختار افزاینده جریان از دو تا ترانزیستور ساخته میشه. ترانزیستور اول رو با یه جریان بایاس میکنیم، میگیم بایاس روی این یا ورودی هرچی. این نقش یک میتونه مثلا کالکتر مشترک داشته باشه. این میشه او، اینم میتونه زمین باشه. و کالکتر مشترک بر جریانش بزرگه، جریان میدیم به ورودی، جریان بیس ضرب در بتا میشه، میاد توی چی؟ امیتر. این ترانزیستور رو شما میتونید مدل کنید با یه دونه ترانزیستور، این دوتا رو، این مجموعه رو میتونیم اینجوری مدل کنیم با یه دونه ترانزیستور. میتونیم مثلا اسم اینو بذاریم سی پرایم، میتر پرایم و بیس پرایم. یا کامپوزیت بگیم، اینو بذاریم سی ها، میتر سی، میتر کامپوزیت. ساختار رو اسمش بزنیم کامپوزیت. یه کامون کالکتر، یه کامون امیتر. این پس کلکتور مشترک، اینم امیتر مشترک که ترکیبش رو اسمش رو گذاشتیم ساختار ترکیبی.
حالا این ترانزیستوری که ناشی از این دوتاست یا مدل کردیم به این صورت، یعنی اینو صورت یه دونه ترانزیستور میتونیم در نظر بگیریم با این مشخصه. یکی آر پای کامپوزیت هست که میشه جی آر پای یک کیو یک کیو دو آر پای یک به علاوه بتا، فرسونی بتاشون یکی باشه، بتا به علاوه یک آر پای دو. این یکی بتا کامپوزیت مساوی است با بتا در بتا به علاوه یک. و این تقریبا میشه گفت آر، چون بتا خیلی بزرگتر از یک، آر پای یک به علاوه بتا آر پای دو. اینم تقریبا میتونیم بگیم بتا به توان دو، بتا خیلی بزرگتر از یک. جی ام کامپوزیت مساوی است با جی ام ترانزیستور دومیه تقسیم بر دو. و آر او کامپوزیت هم مساوی است با آر او ترانزیستور دومی. اینه دیگه، آر اوتش دقیقا مقاومت خروجی اینه. پس خب این ساختار یه سری خواص داره. یکی مقاومت ورودیش خیلی بزرگه، بهتاش خیلی بزرگه، ساختار افزاینده جریانه، جی امش اما کوچیکه، مقاومت خروجیش هم با یکی از ترانزیستور یکی هست. حالا این جی ام بریم ببینیم اینا که مشخصه این چرا شده آر پای. خب مقاومت ورودی میشه آر پای این به علاوه آر پای این ضرب در بتا، چون آر پای این تو امیتر کیو یک هست، ضرب در بتا میشه میره تو بیس. پس آر پای یک به علاوه بتا آر پای دو، این که مشخصه. بتا ترانزیستور هم مشخصه، جریان بیس میاد ضرب در بتا کیو یک میشه میاد تو امیتر، امیتر این هم خب وسته به بیسش، ضرب در بتا کیو دو میشه میره تو امیتر کیو دو. خب این هم مشخصه بتا دو میشه میمونه. آر او هم که مشخصه، آر او کامپوزیت برای از آر او کیو دو میمونه. جی ام که چرا جی ام کامپوزیت، جی ام این مجموعه برابر است با جی ام ترانزیستور دوم تقسیم بر دو. خب بریم حساب کنیم بگیم جی ام مساوی است با چی بود؟ جی ام تعریف جی ام تغییرات جریان کالکتر تقسیم بر تغییرات ولتاژ بیس امیتر برای تک ترانزیستور. خب برای این کامپوزیت ساختار ترکیبی میشه تغییرات جریان خروجیش اینه دیگه، کالکتر کیو دو تقسیم بر تغییرات ولتاژ بیس امیتر. چیه ولتاژ بیس امیتر؟ این ورودیش اینه دیگه، تا اینجا بیس امیتر وی بیس امیتر یک به علاوه وی بیس امیتر دو. وی بیس امیتر این دوتاست. خب از اینجا میگیم وی بیس امیتر هم فرض کنیم برابر باشه جی مساوی است با تغییرات جریان کالکتر کیو دو تقسیم بر تغییرات دوتا ولتاژ بیس امیتر. خب مشخصه این دو رو ببریم بالا میشه دوتا جی ام مساوی است با تغییرات جریان کالکتر دو تقسیم بر ولتاژ بیس امیتر. خب مشخصه دیگه، این که مقدار جی ام. پس جی ام این ترانزیستور این میشه جی ام دو. این جی ام دو هست. بذار ادامه بدیم، همینو ادامه بدیم بریم جلو. این تا اینجاش متوجه شدیم؟ خب دو تا جی ام، خب بدیم تغییرات جریان رو بنویسیم، دو تا جی ام مساوی است با جریان چی بود؟ جریان آی سی دو مساوی است با آی اس ای به قوه ولتاژ بیس امیتر تقسیم بر وید. خب نسبت به ولتاژ بیس امیتر ما اگر مشتق بگیریم میشه یک تقسیم بر ویتی در ای به قوه ولتاژ بیس امیتر
تقسیم بر ویت چه دو تا جی ام مساوی است. خب این که همون جریان است دیگه، آیه اسش رو ننوشتم الان درستش. این که همون جریان، جریان نقطه کار، آیه سیه اسمشو بذاریم کیو، جریان نقطه کار دو تا جی ام مساوی است با آیه سی دو، هم جریان است تقسیم بر چی؟ ویتی. خب جی ام مساوی است با آیه سی دو تقسیم بر دو تا ویتی، آیه سی دو ویتی هم میشد جی ام دیگه. جی ام رو اینجوری به دست می آوردیم دیگه، جلسات قبل رو تماشا کنید، جی ام دو. خب پس میگیم جی ام کامپوزیت مساوی است با جی ام ترانزیستور دوم تقسیم بر دو. این هم شد دلیل. پس یه ساختاریه که مقاومت ورودیش زیاده، بتاش بزرگه، یعنی بهره جریانش خیلی بزرگتره، دو تا بتا است، اما جی امش کوچیکه، مقاومت ورودیش هم برابر مقاومت ورودی یک ترانزیستور است. یه ساختار دیگه داریم، اینا رو تو آینده استفاده میکنیم به اسم زوج دارلینگتون. شبیه همون ساختار کامپوزیت هست، یه مقدار متفاوت، اما عمل کردشون شبیه. یه همچین ترانزیستوری داریم کیو دو، ما کیو دو اگر باشه ترانزیستور اولیه. کلکتراشون به هم وصل، این بیس باشه، اینم کلکتر باشه، اینم امیت، اینم کیو یک. خاصیتش چیه شبیه قبلی؟ جهت افزایش بهره جریان یا هم ولتاژ فرق نمی کنه، هر دوش قابلیت در دو شده، و افزایش مقاومت ورودی استفاده میشه. این هم باز میتونیم به صورت یه دونه ترانزیستور مدل کنیم. آیا بیس این چیه؟ آیا بیس یک؟ آیا بیس یک؟ مثبت منفی دیگه بیس امیتر میشه در واقع این یه بیس امیتر یک، یه بیس امیتر یک برابر یه بیس امیتر دو، این با این برابر شبیه قبلی. دیگه چی داریم؟ این میشه آیه سی یک به علاوه آیه سی دو، که اگر بتا خیلی
بزرگ باشه. آیه سی یک که همون آیه بیس دیگه، آیه بیس هم خیلی کوچیک از آیه کالکتر هست، تقریبا میتونیم بگیم که میشه همون آیه سی دو. حالا این هم میتونیم اسمشو بذاریم آیه سی. محمد ورودی این چیه؟ یه آرپایی که بگیم آرپای این مساوی است با چی؟ آرپای یک، آرپای یک مقاومتی که تو بیس این قرار داره، به علاوه مقاومتی که تو بیس کیو دو هست، منتها چون تو امیتر کیو یک قرار داره، همون بیس کیو دو امیتر کیو یک هست، ضرب در بتا میشه، میاد تو بیس کیو یک، به علاوه بتا آر پای دو. خب این مساوی اسم آر پای یک میشد بتا تقسیم بر جی ام یک به علاوه بتا در بتا تقسیم بر جی ام دو، این آر پای یک، آر پای یک، این هم آر پای دو. روابط اگر یادتون نیست کلاسی جلسه قبل تماشا کنید. پس جی ام چی میشد؟ جی ام یه ترانزیستور میشد جی آی کالکتر تقسیم بر ولتاژ دمایی دیگه. خب جی ام ترانزیستور اولیه، ببخشید، جی ام ترانزیستور اولی مساوی است با جی ام ترانزیستور دومی تقسیم بر بتا. چرا؟ چون آیه سی یک مساوی است با آیه سی دو بتا. آیه سی یک آیه بیس کیو دو دیگه. اینه دیگه، آیه امیتر جریان کالکتر یا جریان امیتر کیو یک همون جریان بیس کیو دو. پس جریان امیتر یا جریان کالکتر کیو یک میشه چی؟ آیه کالکتر کیو دو تقسیم بر بتا. اینه آیه سی یک مساوی با آیه سی دو تقسیم بر بتا، به این خاطر جی امش تقسیم بر بتا شد. حالا اگر اونو جاگذاری کنیم میگیم که آر پای مساوی است با این، به جای جی ام یک جی ام دو بذاریم، بتا تقسیم بر جی ام دو بتا اون فعلا این هم دوتا بتا داره، بتا به توان دو تقسیم بر جی ام دو میشه چی؟ دوتا بتا به توان دو جی ام دو. پس آر پایش میشه دو تا بتا دو، ضرب در جی ام هم میتونیم بنویسیم آی سی تقسیم بر وی تی. این هم از آر پای این ترانزیستور. جریان کالکترش هم که گفتم حالا باز بنویسیم آی سی، یعنی این مساوی است با تقریبا آیه کالکتر دو، چون حالا آیه سی یک به تقسیم بتا میشه، مساوی است با بتا آیه بیس دو. مساوی است با آیه بیس دو چیه؟
آیه بیس دو همون آیه سی یک دیگه، آیه سی یک ساوی است بود به تا، آیه سی یک هم میشه چی؟ به تا برابر آیه بیس یک. پس تقریبا میتونیم بگیم که میشه به تا دو آیه بیس یک، این دو تا برابره. اینم از میرم سراغ یه قضیه. اینا رو، این ساختارا یا این قضایه رو بعدا استفاده می کنم. قضیه میله. قضیه میلر میگه که اگر یه امپدانسی زد اف، امپدانسی بین دو تا گره باشه توی مداری، این گره یک، اینم گره دو، که ولتاژ این گره ها به این صورت، اینو ما میتونیم به این صورت ساده کنیم، یعنی تقریب بزنیم، اینجوری بگم اون امپدانس فیدبکر رو زده اف رو بشکنیم تبدیل کنیم به دوتا امپدانس، اسم اینو بزنیم زد یک با همون ولتاژ بی یک، و این برم اسم اینم بذاریم زد دو مثبت منفی وی دو. همون وقت میشه، میتونیم این بگیم تقریب میله. خب فرض کنیم به اسم بگیم بهره ولتاژ بین این دوتا، اگر بین این دوتا گره یک و دو، اگر A و B مساوی چی باشه؟ V دو تقسیم بر V یک. بهره ولتاژ این دوتا اگر V دو بر V یک باشه، اون وقت میتونیم زد یک و زد دو رو به دست بیاریم، چون ما زد اف رو داریم در اصل، حالا باید زد یک و زد دو رو به دست بیاریم. میگیم خب وی یک منهای وی دو، منهای وی دو تقسیم بر زد اف مساوی است با چی؟ وی یک بر زد یک. یعنی جریانی که تو زد اف میگذره برابر است با جریانی که توی زد یک عبور میکنه. در واقع میخواد این زد اف رو طوری بشکنه، طوری تقسیم کنه به زد یک و زد دو که ولتاژ ثابت بمونه، یعنی وی یک ثابت بمونه، وی دو ثابت بمونه. وقتی وی یک ثابت بمونه، وی دو ثابت بمونه، یعنی وی یک و وی دو تو این مدار مشابه هم یکی باشن، یعنی اون یعنی جریانمون تغییر نکنه، یعنی تقسیم چی بهش میگن KCLمون سر جاش هست، یعنی KCLمون به هم نخورد. میلر اومده با این تقریب این کار انجام بده. خب
اگر فرض کنیم جریانی که از این عبور میکنه با جریانی که از این عبور میکنه یکی باشه، وقت میتونیم بگیم مدارا تقریبا یکسان هستن. خب زد یک مساوی است با زد یک رو ببریم بالا، زد اف رو بیاریم این سمت، میشه زد اف. چی نوشتم؟ زد اف بی یک تقسیم بر اف بی یک منهای بی دو. از بی یک فاکتور بگیریم میشه زد اف در بی یک تقسیم بر بی یک. از بی یک فاکتور گرفتیم، صورت میشه یک، اینه میشه یک منهای بی دو بر بی یک. اینا که با هم میرم، این هم میشه زد اف در چی؟ زد اف رو بذاریم بالا بنویسیم، زد اف تقسیم بر یک منهای، این هم که بر ولتاژ بود دیگه، یک منهای ای، این میشه چی؟ زد یک. یعنی زد یک رو میتونیم با این رابطه به دست بیاریم، این زد یک. زد دو چی؟ خب همون جریانه بی یک منهای بی دو تقسیم بر زد اف، اینه دیگه. اون یه جریانیه که داره از این عبور میکنه. همون جریان این دفعه میشه اگر برابر جریان این قرار بدیم مطابق علامت منفی، برای یکیش مثبت دیگه. جریان این میشه چی؟ وی دو تقسیم بر زد دو دیگه. وی دو تقسیم بر زد دو. از این میتونیم چی رو نتیجه بگیریم؟ بگیم که زد دو مساوی است با، بازم شبیه قبلی، زد اف در منفی وی دو تقسیم بر یک منهای وی دو مساوی است با زد اف تقسیم بر یک منهای یک بر ای وی. این میشه زد دو. در واقع بر فرض مثال یه مدار رسم کنیم، بگیم یه تقویت کننده داریم، بهرش منفی، محور بهرش این، این بیه این باشه، اینم چی؟ بیه افت. یه امپدانس هم بین دو سر این بهر ولتاژ یا این تقویت کننده داریم به اسم سیه بخوازن. یعنی با استفاده از تقریب میلر میتونیم این سی اف رو بشکنیم تو مدار، فیدبک رو بشکنیم، تبدیلش کنیم به همچین ساختاری. این که همون منفی بر ولتاژش همینه، یه این یه اوت. یه امپدانس خواهیم داشت به این صورت، یه امپدانس خازنی هم به این صورت که این میگیم این زد یک باشه، اینم چی؟ زد دو باشه. مقدارش از چی به دست میاد؟ مقدارش از این توابع به دست میاد. زد یک مساوی است با زد اف
تقسیم بر یک بنای AB و ضد دو مساوی است با ضد F تقسیم بر یک منهای یک بر AB. درسته؟ آره. خب بریم جاگذاری کنیم. ZF میشه چی؟ یک بر S CF امپدانس فازن اینجوریه دیگه، تقسیم بر یک منهای AV منفیه منفیه A صرف ساویست یک بر S CF تقسیم بر یک بر علاوه A صرف که این میشه یک بر روی S CF در یک بر علاوه A صرف. این هستی یعنی مقدار خازن جدیدمون میشه این پایینم به همیشه یک بر روی S سی اف تقسیم بر یک منهای یک بر روی منفی و ای سف که مساوی است یک بر روی S سی اف یک بر یک بر ای سف. ای سف که خیلی بزرگ باشه بگیم اگر ای صفر خیلی بزرگ باشه عدد بر خیلی بزرگ میشه صفر دیگه، این میشه صفر. این تقریبا میشه همون یک بر روی اس سی اف، یعنی همون خود خازنه میاد توی خروجی به عنوان زد. این هم یه مثال از تقریبا میگه. میبینیم دیگه اگر بهره ولتاژش خیلی بزرگ باشه خود سی اف میاد توی خروجی و چون ای وی هم خیلی بزرگه، ببینید سی اف تو اینجا به عنوان زد یک خازنه زده یک به علاوه یک عدد بزرگ میشه، یعنی مثلا 100 برابر میشه تو خروجی. پس اثر میلر، قضیه میلر میگه که سی اف خودش میاد توی خروجی و زد بهره ولتاژ میشه میره توی خروجی، یعنی اثرش تو خروجی خیلی بزرگ خواهد. به این صورت حالا مدار ساده شد دیگه، این تحلیل این مدار خیلی ساده تره تا این. به این خاطر بعضی جاها میبینید که از قضیه میلر استفاده میکنن برای ساده سازی مدار و حل معادلات مدار. میرم سراغ در واقع ساختار بهبود. یافته بیس مشترک که کسکود بهش میگن، ساختار کسکود. کسکود یعنی به صورت طبقاتی رو هم چیدن آبشاری، به صورت یه ساختار آبشاری رو هم قرار گرفتن. بیاییم همون ساختار امیتر مشترک رو ما اول رسم کنیم. این بار یک، این هم بار دو. یه سی یک اسم اینو بذاریم سی یک. یه منبع ورودیمون آر اس داریم. نسبت منفی وی این. خب این هم مدار امیتر مشترک. یه آر ای داشتیم اگر یادتون باشه، آر ای رو بایپس میکردیم که بهرمون کم نشه. حالا به جای آر سی میم طبقه بیس مشترک رو اضافه میکنیم.
بیسش وسیع مقاومت وصل به تغذیه وای خازن وای پسش میکنیم که اثرش رو بهره تاثیر نداشته باشه این عربی. بعد خروجیشم خب با RSC اینجور رست کنیم با RSC وسته به تغذیه یه RL هم داریم این هم میشه خروجی فقط من مدار چرخوندم هیچ فرقی نداره این هم RL اینم خب وی سی سی هست مدار بیس, بیس مشترک رو 90 درجه درجه چرخوندم خوابوندم رو زمین هیچ فرقی با اون ساختار قبلیمون نداره خب این ساختار چیه؟ توی بیس مشترک اگر یادتون باشه گفتیم که چون در واقع این مقاومت منبع می اومد مستقیم وصل می شد به امیتر سبب کاهش بهره ولتاژ می شد بذارید من ببینم پیدا می کنم چیزی که قبلا درس دادیم کجاست بیس مشترک ببینید اینه RS اومده تو مخرج رابطه بهره ولتاژ یک بر GM که هست همیشه داشتیم RS هم هست RS هم هست خب برای حذف RS برای حذف RS میایم از ساختار کسکل استفاده می کنیم میبینید RS دیگه توی در واقع ورودی بیس مشترکمون قرار نداره محمد RO این هست که RO این میاد با یک بر جی ام این موازی میشه که یه مقدار خیلی بزرگیه و اصلا تاثیر روی بر ولتاژمون نداره از طرفی اشاره کردیم که ساختار بیس مشترک به پهنه باند بهتری داره پس اگر بتونیم بهره ولتاژش رو بهبود بدیم پهنای باندش هم بیشتره این میشه ساختار مناسب حالا این امیتر مشترک ورودی میبینیم که جلوتر میبینیم که بهره ولتاژش یک هست یعنی این بهره ولتاژ یکه اینم که بهره ولتاژش رو بهبود میدیم دادیم یعنی با این ساختار میشه بهره ولتاژ خوب و پهنای باند خوب قاعدتا پس این امیتر مشترک باید بهرش یک باشه تو این ساخت حالا میبینیم در مجموع میتونیم بگیم که پهنای باند خوب و بهره خوب مقاومت فرودیش هم خوبه ورودی خوب مقاومت خروجیش هم خوبه یه تقریبا یه ساختار خیلی خوبیه انتظار داریم که ساختار خوبی باشه خب بریم بهره ولتاژ رو حساب کنیم دقیقا یاد بگیرید که چطوری بهره ولتاژ ساختارهای مثلا دو طبقه یا چند طبقه رو حساب کنیم اینو اسمش رو بذاریم گره X اینم گره وای این کیو یک باشه اینم کیو دو بریم مدل سیگنال کوچیک نمیکشم تو تمرین ها حالا بعدا مدل سیگنال کوچیک دو طبقه رو میکشیم حل میکنیم ولی فعلا
میخوایم از اون ساختار تشخیص بدیم. تو الکترونیک یک شما خوندید این چیزا رو، میخوایم از اون ساختار تشخیص بدیم که چند میشه مثلا برام. خب میام مدل AC شو میکشم، یعنی مدل نه بنویسم ساختار مدار در AC ساختار مدار در حالت AC سیگنال چیک، اون مدل اسمال سیگنال مدل پای نیست، همون خود ساختار رو میکشه. RS که داریم، منبع ورودی رو داریم، VI این خازن C1 اتصال کوتاه میشه، مقاومت های R1 و R2 چون تغذیه زمین میشه، R1 موازی R2 میشه. اینه این تغذیه ها زمین میشن تو مد تو مد AC دیگه، R1 با R2 موازی میشه. ترانزیستور Q1 رو داریم، Q1 RE بایپس میشه با اون خازنه، این خازنه RE رو بایپس میکنه. بعد خب ترانزیستور بیس مشترک هم داریم، سر جاش هست. خدمت شما عرض کنم که این خازنه هم این مقاومت عربی تو بیس Q2 رو بایپس میکنه، اونم که زمین بیس سی. پس بیس اینم میشه زمین. دیگه یه RC داریم اینجا، RC هم با RL موازی میشه، RC موادی RL. این هم خب VOUT هست، تغذیه زمین میشه، RC با RL موازی میشه. شو ساختار ساده شدم که اسم این گره رو من میذارم V X X اینم Y. کافیه من در واقع VOUT تا VY رو حساب کنم، VY زبطه VY تا VX رو حساب کنم، VY تا VX رو حساب کنم، VX تا VI هم حساب کنم، VX تا VI رو هم حساب کنم. این نتیجتا این VX با این VX میره، این VY با این VY میره، چی میمونه؟ VO بر VI میشه همون بهره ولتاژشون. پس میتونیم تیکه تیکه بهره ولتاژ رو طبق توضیحاتی که برای مثلا ساختارهای بیس مشترک، امیتر مشترک و کالکتر مشترک دادیم، تیکه تیکه بهره رو حساب کنیم. خب من میرم از آخر شروع میکنم، وی ایکس بر وی آی، از اول اینجا میگم وی ایکس تقسیم بر وی این میشه چی؟ از اینجا چه مقاومتی میبینم؟ از بیس Q1 R پای 1 میبینم دیگه، درسته؟ خب وی ایکس بر وی آی میشه چی؟ آر پای میاد با اینا موازی میشه، با آر ایک آر دو میشه تقسیم بولتاش، میشه آر یک موازی آر دو موازی آر پای یک، آر پای یک میاد با اینا موازی میشه، میشه تقسیم بولتاژ ساده، وی آی زد در این مقاومت تقسیم بره این مقاومت به علاوه آر اس، تقسیم بره آر یک موازی آر دو موازی آر پای یک علاوه چی؟ RS. این از این. خب تیکه دوم، VY تقسیم بر VX، VY تقسیم بر چی؟ VX مساوی چند؟ خب این یه چیه ساختار اولش؟ پس تقسیم ولتاژ بود، تقسیم ولتاژ. بعدش چیه؟ امیتر مشترک. بعدش هم میشه یه بیس مشترک. خب وی وای تقسیم وی ایکس چطوری به دست میارم؟ خب امیتر مشترک گفتیم، امیتر مشترک بهرش چطوری به دست میارم؟ اولا بهرش منفی امیتر مشترک،
مقاومتی گفتیم توی کالکتر میبینیم، تقسیم مقاومتی توی امیتر میبینیم. تو کالکتر چه مقاومتی میبینیم؟ یه مقاومت از اینجا میبینیم از Q2. گفتیم از امیتر یه ترانزیستور چی میبینیم؟ یک بر GM میبینیم. درسته؟ اگه یادتون باشه جلسه قبل. جلسه قبل بود. جلسات قبل خلاصه توضیح دادیم. اینه از امیتر یه ترانزیستور ما چی یک بر جی ام میبینیم. پاکش کنم یه کمی بهتر بنویسم. از امیتر این یک بر جی ام دو میبینم. از اینجا چی میبینم؟ از کالکتر کیو یک آر او یک میبینم. خب پس مقاومتی که توی کالکتر کیو یک میبینم چیه؟ یک بر جی ام دو هست. موازی چی؟ آر او یک. که این تقریبا میشه همون یک بر جی ام دو، چون یک بر جی ام دو خیلی کوچیک‌تر از آر او یک هست در همیشه، یعنی همیشه این برقرار است. خب توی امیتر چی میبینم؟ تو از بیس توی امیتر چی میبینم؟ توی امیتر آر پای یک هست. درسته؟ آر پای یک مقاومتی که تو بیس داریم آر پای یک تقسیم بر بتا. تقسیم بر بتا. چرا اینا رو نمی نویسم؟ چرا اینا رو اثر اینا رو تو امیتر نمی نویسم؟ اثر آر یک، آر دو، آر اس. چون من دارم از بیس حساب میکنم، از ورودی که حساب نمیکنم اثر اینا رو حساب کنم. اثر اینا رو قبلا تو این از وی ایکس تا وی وای وی آی حساب کردیم. از وی ایکس تا ورودی اینه، اثر اینا رو حساب کردیم. دیگه الان ولتاژ ورودی من چیه؟ بیس کیو یک هست دیگه، کاری ندارم پشتش چه خبره. پشتش قبلا وی ایکس بر وی آی رو من حساب کردم. پس از بیس تا کالکتر رو فقط حساب، از کالکتر این مقاومت رو داشتیم، تو بیس چه، تو امیتر چه مقاومتی داریم؟ فقط مقاومت آر پای کیو یک هست تقسیم بر بتا میشه، میاد توی امیتر. دیگه پشتش رو کاری ندارم چون ورودی من بیس هست و پشتش رو قبلا اثرش رو حساب کردم. پس این میشه، اینم که میدونید، اینم که همون چیه، آر پای تقسیم بر بتا همون یک بر جی ام یک هست. خیلی کارمون ساده شد. صورت شد یک بر جی ام دو، مخرجم شد یک بر جی ام یک. جی ام چی بود؟ جی ام هم میشد آی سی تقسیم بر وی تی. آی سی یک هم مساوی آی سی دو هست دیگه، آی کالکتر یک میره تو امیتر میره به کالکتر کیو دو. جریان آی سی یک برابر آی سی دو هست، پس جی ام هاشون برابر. پس میتونیم بگیم که وی وای تقسیم بر وی ایکس که میشه یک بر، میشه طرفین وسطین چیه، دور در دور، نزدیک در نزدیک بود، اسمش جی ام یک بر جی ام دو میشه یکی. پس میبینید همونطور که انتظار داشتیم بهره ولتاژ این امیتر مشترکه، البته این کلش نه این تیکش، خیلی تو اصلاحش کنیم. بهره یک اینم تقسیم ولتاژ. میبینید بهره ولتاژ این امیتر مشترکه شد یک. پس امیتر مشترکه بهره‌ای نداره، فقط صرفا استفاده شد برای حذف اثر آر اس در امیتر بیس مشترک. خب بریم ادامهش رو حل کنیم. ادامهش در واقع یعنی وی اوت تقسیم برای چی؟ وی اوت تا وی وای. وی اوت تا وی ایگرک.
مدار بیس مشترک. بیس مشترک گفتیم بهرش مثبته. بهرش چی بود؟ مقاومتی که توی کالکتر داریم. چیه مقاومت توی کالکتر؟ RC موازی RL موازی این مقاومتی که از اینجا میبینیم RL، که خیلی بزرگه، من نمی‌نویسمش دیگه، اصلا نمیخواد اینم بنویسیم. مقاومت خیلی بزرگه، چون تو امیتر یه مقاومت بزرگ داریم، مقاومتی که از کالکتر Q2 میبینیم خیلی بزرگ. خب پس مخرج رابطه میشه چی؟ مقاومتی که در امیتر Q2 میبینیم. در امیتر Q2 چی میبینیم؟ همینه دیگه، یه یک بر GM2 خودش رو میبینیم، ترانزیستور یک بر GM2 خودش رو، یه RO1 هم میبینیم، RO1 که گفتیم این میشه همون RC موازی RL تقسیم بر این مخرج میشه یک بر GM2، که این میشه چی؟ GM2 در RL موازی RC. حالا که هر سه تاشو به دست آوردیم، میتونید اینا رو در هم ضرب کنید، بهره ولتاژ کلیتون به دست میاد. پس میگیم AV مساوی است با یکی این R1 موازی R2 موازی R1 تقسیم بر R1 موازی R2 موازی R1 و علاوه RS. ضرب در این یکه، ضرب در چی؟ GM2 RL موازی RS. این شد بهره ولتاژ. اینم تقریبا یکه. اگه RS از این کوچیکتر باشه، اینم تقریبا میتونیم بگیم یک. اگر RS کوچک باشه، این هم میشه یک. یعنی بهره ولتاژ ما شد چی؟ همون چیزی که میخواستیم، GM ضرب در مقاومت خروجی. این هم از ساختار کسب. این ساختار کسکد رو من میرم بیه در واقع فرم دیگه رسم میکنم. چون ممکنه به شکلهای مختلف این ساختار رو ببینیم. خب میام میگم این مدار امیتر مشترکم. Q1 بود. خیلی خوب. این دفعه کل مقاومت امیتر رو بایپس نمی کنم، بای فازن نسلش رو بایپس می کنم. حالا به دلایلی، حالا بعدا صحبت. اسم اینو می ذارم RE1، اسم اینو می ذارم RE2. این هم یه فازنیه، بالاخره اسمش رو داریم سی امیتر. مثلا مقاومت های بایاس رو داریم R2 R1، یه خازن داریم و مقاومت RS مثلا بگیم 250 اوم باشه، مثبت منفی VI مون. ساختار بیس رو چطوری میکشم دیگه؟ خم نمی کنم، مثل بالایی تا نمی کنم، همون ریکو راست، مثل هم چیزی که همیشه رسم کردیم، یه ترانزیستور رسم میکنم. این میشه ورودیش دیگه امیتره، خروجیش هم خب کالکتره، با یه مقاومت رسم شده به VCC.
RSC هست، خروجی میتونه یه فازند داشته باشه و یه RL، اینم VOUT. در واقع این خازن رو گذاشتن که نقطه کار یا DC اینجا با DC مدار بعدش رو هم تأثیر نداشته باشه. بیسش هم با یه مقاومتی وصل به VCC. اسمش رو بذاریم R3 مثلا. و با یه خازن یه مقاومت های بیس رو بایپس میکنیم. سی بیس. رو بر ولتاژ این Q2 تأثیر نداشته باشه. میبینید این همون ساختار قبلی است. هیچ فرقی نداره. فقط مقاومت تو امیتر داریم که این نداشت که قبلا دیدیم تو امیتر مشترک که نصفش رو بایپس کرده. R1, R2, R3 هم در یه راستا قرار داده، همه رو با VCC بایپس کرده جفت ترانزیستورا رو. امیتر مشترک، بیس مشترک. همینه، فقط این تاک کرده بودیم مدام. خب نمیدونم، یه لحظه تماشا کنم ببینم اینو به عنوان تمرین باید بهتون بدم یا نه. اینو البته حل کردیم دیگه، ولی خب باید یه سرسری حل کنیم. اسم این گره رو بذاریم مثلا وی بیس یک، اینو اسمش رو بذاریم وی بیس دو، اینو بگیم ویکس باشه، اینم خوب فولتاژ خروجی هست. خب من میام میگم که اولا بیایم از لحاظ دی سی مدار رو تحلیل کنیم این فولتاژ چطوری به دست میاد. اگر یادتون باشه گفتیم R3, R1, R2 یا جریانی که از این عبور میکنه رو طوری طراحی میکنیم که 10 برابر آی بیس ها باشه. جریان R1 تا R3 باید 10 برابر آی بیس 1 و آی بیس 2 باشه، یا حتی 20 برابر چون دو تا آی بیس داریم. حالا که بتونیم که بتوان از صرف نظر میکنیم، یعنی این یه شاخه سری هست. خب پس میایم میگیم که وی بیس 1 مساوی است با چی؟ وی سی سی. ضرب در چی؟ وی بیس 1 ضرب در R2، ضرب در R2 تقسیم بر R2 به علاوه R1 بر R3 تقسیم ولتاژ. وی بیس 2 هم به همین صورت به دست میاد، میگیم وی سی سی مساوی است با وی بیس 2 R1 به علاوه R2 وی سی سی ضرب در این ولتاژ دیگه R1 به علاوه R2 تقسیم بر R1 به علاوه R2 به علاوه چی؟ R3. این فولتاژ بیسش به دست میاد. خب آیه کالکتر چطوری به دست میاد؟ آیه کالکتر Q1 با آیه کالکتر Q2 برابر دیگه، سری هم با هم. آیه کالکتر میشه چی؟ وی بیس 1، وی بیس 1 که به دست آوردیم، منهای وی بیس امیتر 1، وی بیس امیتر 1 تقسیم بر چی؟ RE1 میشه ولتاژ اینجا، این میشه VE، در واقع این میشه چی؟ VE1. خب این ولتاژ تقسیم این دوتا مقاومت RE1 به علاوه RE2 میشه چی؟ میشه جریان کالکتر.
خب حواستون باشه تحلیل دی سی هست، خازن مدار بازه، پس آر ای یک بله آر ای دو هست، این هنوز بایپس نشده، اون تو مدل ای سی هست که بایپس میکنه برای محاسبه بهره و این چیزا. این از این مقاومت ورودی این مدار چیه؟ آره این اینجا ورودیمون اینه. خب یه مقاومت ورودی از اینجا نگاه میکنی، این مقاومت منبع به حساب نمیاد. آره این از اینجا. خب این خازنه که میاد اینو بایپس میکنه، این گره رو زمین میکنه، پس میشه آر یک موازی آر دو، آر یک موازی آر دو، بعد این دوتا موازی هرچی که از بیس کیو یک میبینیم. از بیس کیو یک چی میبینیم؟ این خازنه میاد اینو بایپس میکنه، آر ای یک، آر ای یک ضرب در بتا، به علاوه چی؟ آره پای خود ترانزیستور، آره پای یک. آره اوتش چی؟ یه آره سی داریم، آره بود اگر آره ال هم در نظر بگیریم. خب آره سی موازیه آره ال، اینا موازیه با چی؟ مقاومتی که از کالکتر کیو دو میبینیم از اینجا میبینیم. این مقاومت چی بود؟ مقاومت خیلی بزرگه، می نویسمش ولی خب بزرگه، میشه این آره او دو در یک به علاوه اینجوری نمیشه. این مقاومت خیلی بزرگ، بذار بنویسم مقاومت خیلی بزرگ، این میشه آر اوتم صرف نظر کردیم از یه چه نکته ای داره. یه مقداری در مورد اون مقاومت صحبت کنم. اگر یادتون باشه همچین ساختاری تو بیسش زمین بود اگر اشتباه نکنم، یه مقاومت اینجا داشتیم آر ای، بیفتیم از اینجا چه مقاومتی میبینیم؟ این میشد چی؟ آر او در یک به علاوه جی ام آر ای، که تقریبا چون جی ام آر ای خیلی بزرگتر از یک هست میگفتیم آر او جی ام آر ای. درسته؟ حالا تو این مدار چی داریم؟ به جای آر ای این کیو یک و آر ای هاشو داریم، پس میام میگیم که ساختار رو به این صورت فصل میکنیم. یکی از آر ای ها بایپس شده، آر ای یک میمونه، فرض کنیم بیس هم زمین باشن، بیس این که زمینه، فرض کنیم اون یکم زمین باشه، میخوام یه چیز ساده ده. از اینجا مقاومت میشه چی؟ اینه دیگه، میشه آر او یک جی ام یک آر ای یک، همینه. حالا از اینجا میشه چی مقاومت؟ پس اینو میتونیم با یه مقاومت مدل کنیم، به این صورت بگیم آر او یک جی ام یک آر ای یک. درسته؟ آر اوت میشه چی؟
میگم آر اوت مساوی است آر او دو جی ام دو به جای آر ای این مقاومت رو میذارم آر او یک جی ام یک آر ای یک. حالا این بالا میتونید در واقع اینجا مقاومت رو بذارید، بگیم که در واقع آر او دو جی ام دو ضرب در آر او یک جی ام یک آر یک. میبینید چه مقاومت خیلی بزرگی شده. خیلی بزرگ که این تقریبا میشه همون آر سی موازی آر برای ولتاژ این مدارم که حساب کردیم دیگه. من دوباره حساب کنم، یعنی سایت حساب کنیم سرسری. یه خط اینجا بکشم محاسبه بهره. خب بیایم باز تیکه تیکه بگیم از وی بیس تا وی آی، وی بیس یک تا وی آی، وی بیس یک تا وی آی مساوی است یه تقسیم ولتاژ. این وی بیس دو که زمین شده، از بیس کیو یک چی میبینیم؟ از بیس کیو یک آر پای خودش رو میبینیم به علاوه آر ای یک، این که پای پس میشه آر ای یک ضرب در بتا، پس میشه آر یک موازی آر دو موازی آر پای یک به علاوه آر ای یک ضرب در بتا. تقسیم ولتاژ میشه آر یک موازی آر دو موازی چی؟ آر پای یک به علاوه بتا آر ای یک، تقسیم بر همین مقاومت آر یک موازی آر دو موازی آر پای یک به علاوه بتا آر یک به علاوه چی؟ آر اس. تقسیم ولتاژ بود، یه مقاومت، یه مقاومتی از اینجا میاد، اینم آر اس که این تقریبا میتونیم بگیم یک هست اگر آر اس کوچیک باشه در مقابل این. اگرم نباشه خب عددشو میذاریم. حالا بریم از گره وی ایکس تا وی بیس یک حساب کنیم. بگیم وی ایکس تا وی بیس یک مساوی است. خب از اینجا چی میبینیم؟ از پایین که دیدیم یه مقاومت خیلی بزرگه، اینه که مهم نیست بزرگه. از بالا چی میبینیم؟ از امیتر کیو دو، این بیسش که زمین شده، از امیتر کیو دو همون آر پای دو تقسیم بتا میبینیم یا همون جی ام یک، مقاومتی که مدار امیتر مشترکه دیگه، مقاومتی که توی کالکتر داشتیم، مقاومتی که توی کالکتر داشتیم که میشه آر پای دو بتا و تقسیم بره مقاومتی توی امیتر داریم. توی امیتر آر ای دو که اتصال کوتاه میشه آر ای یک میمونه، آر ای یک به علاوه چی؟ به علاوه آر پای یک تقسیم بره بتا، آر پای یک تقسیم بره بتا. چرا اثر آر یک آر دو آر اس رو نمیارم تو امیتر؟ چون گفتیم ورودی رو داریم از اینجا حساب میکنیم، از بیس داریم حساب میکنیم دیگه، کاری نداریم پشتش چه خبره. اثر اونا رو قبلا تو این حساب کردیم، پس شد این که این میشه در واقع این که همون یک بر جی ام دو هست، اینم آر ای یک به علاوه یک بر
GM1 هست. اینم شد این تیکه. میمونه تیکه خروجی یا همون بگیم VO تا VX مساوی است. تا این علامتش منفی بود دیگه چون امیتر مشترک. این بیس مشترکه. تیکه دوم ترانزیستور قرمزه یا کیو2 بیس مشترک علامتش مثبته. مقاومتی که توی کالکتر داریم RSC موازی RL. RSC موازی RL. مقاومتی هم که از کالکتر کیو2 میبینیم رو به پایین که گفتیم خیلی بزرگ صرف نظر میکنیم. مقاومتی که توی امیتر کیو2 داریم از پایین که یه مقاومت خیلی بزرگه اینو حساب کردیم صرف نظر میکنیم. از بالا هم از امیتر بیسش که زمینه همون یک بر GM2 میبینیم یا R پای تقسیم به تا یک بر GM2 که این میشه چی؟ GM2 بر RC موازی RE. بهرش با همون چیزی که قبلا حساب کردیم یکیه با این. تنها تفاوتش اینه که این یک نشده امیتر مشترک. امیتر مشترک چون تو امیتر مقاومت داشتیم یک نمیشه از یک کوچیکتر میشه. ولی دیگه بقیهش یکی. خب ای وی میشه چی؟ میشه وی او بر وی ایکس زب تر وی ایکس تقسیم بر وی بیس یک زب بر وی بیس یک تقسیم بر وی آی که این ستا رو در هم ضرب کنیم اینا با هم میرن فقط این میمونه. این هم از محاسبه بهر ولتاژش. یه چند تا نکته هم بگم در مورد تقویت کننده های چند طبقه که چه ساختاری نکات نکته در باره ساختارهای چند طبقه. و تو تمرین ها بهتون میدم سریع ساختار دو طبقه مقرض کنم. طبقه اولش مثلا امیتر مشترک باشه مقاومت امیترش بایپس میشه آره ای آره سی یک آره ای یک. مقاومت های بایاس رو داریم آر یک آر دو آزن ورودی آر اس ورودی مقاومت منبع ورودی یعنی اینم منبع ورودی. خب طبقه اول رو با یه خازن به طبقه دوم وز کرده که طبقه دوم هم یه امیتر مشترک هست. این خازن رو کاپلن کوپلاژ میگن برای اینکه از نقطه کار دی سی این با نقطه کار دی سی این روی هم اثر نداشته باشن نقطه کارا به هم نخوره با خازن به هم وز میکنن. باز تو امیترش یه مقاومت داریم که بایپس شده یو دو باشه کیو یک اینم آر سی دو باشه اینم بگیم آر سه آر چهار. خروجی هم باید خازن وصل کنیم به آر ال اینم وی او. دو طبق امیتر مشترک. وقتی شما میخوای بهره اینو حساب کنی خب باید مقاومت که از اینجا میبینیم لحاظ کنیم بگیم آر این دو. خب مقاومت بعد بهره ولتاژ این مسئله میشه چی؟ این تیکه مثلا ای وی یک مقاومت و امیتر مشترک علامت منفی گفتیم مقاومتی که توی کالکتر داریم یکی آر سی یک هست یکی مقاومت این که بایپس میشه مقاومت آر او یک هم هست و موازی چی آر این دو هست. این هم شما باید حساب کنید. هرچند ما از آر او یک صرف نظر میکنیم در مقابل آر سی یک چون خیلی بزرگه اما آر این دو رو باید حساب کنی بنویسی. بعد میایم میگه مقاومتی که توی امیتر میبینم مقاومتی توی امیتر میبینیم خب آر یک اتصال کوتاه شده میشه چی؟ آر پای یک به تا. اگر از اگر داری از اینجا تماشا میکنی دیگه نباید اینا رو بنویسی ولی اگر از وی ای مستقیم داری نگاه میکنی باید اثر اینا رو هم بیاری بگی که بله آر اس
موازی آر یک موازی آر دو اینا میان توی امیتر تقسیم بره به اینجا دیگه ما در واقع وی او یک این مساوی وی او یک تا وی آی هست مستقیم چون اثر مقاومت رو حساب کردیم. ولی اگر از وی آی تا وی ایکس رو حساب کنیم مثلا بعد از وی ایکس تا وی او یک دیگه اینا رو نباید بذاریم چون اینا تو اون تقسیم ولتاژ ورودی میاد. اینم یه نکته ای که بالاخره مقاومت ها رو حواستون باشه چطوری محاسبه میکنیم.